سلام به عظمای قافی باخته، مجلس شعر و بر این هفته رو شروع میکنیم. از استاد کلک و شعرا خواهش میکنم شروع کنم. از بار گناه خمید بالایم، کوجم چون رسن به حلقه چنبر، تا دامن تو نمیرسد دستم که از پایه عشق میفرازد سر. میریزم و ریزشی شدم شر شر، گیوی تو به اندرون گل چون خر. این خشم که توی کوچه میبینم، بابای تو را در آورد از در. یعنی خلاصه بابا تو در میاره. ایوالله انفاسکم انشالله. اون خشم رو اگر تبدیل کنید به لطف، که در شکل بلا، لطفیست در شکل بلا. لطف؟ حالت خوبه تو؟ یه لطفی نشونت بدم به بلا بگی بادم جون. با غم روزگار سر می کرد، پدرم مثل کوه محکم بود. زندگی را برای ما می خواست، سهمش از روزگار خوش کم بود. کمپوزت بی شمار در می کرد، جسم اولیک ناقص و خم بود. نام او سیدلی و مدزش شل، نقش او در نظام شلغم بود. و مهم اینه که تو شعرهای خانوم ها که من گاهی نگاه میکنم، شعرهای خانوادگی زیاده. این خیلی رایج شده، این بسیار کار خوبیست. بله عظما، اتفاقا یه شعر خوب دیگه هم داشتم درباره خانوادتون و جد آبادتون و همه فک فامیلاتون که خیلی شعر خوبی بود، اما اونو نگه داشتم برای جلسه بعدی که آقا مشتبه هم باشن. در شهر شما گم است تنهایی من، بازیچه مردم است تنهایی من. من خود او را نمی شناسم، شاید اشک است تبسم است تنهایی من. اندازه یک سم است دمپایی من، بنگر چه بر این دم است دمپایی من. در چهره تو، در چی؟ در چهره تو یعنی در فیس تو، در چهره تو نشانده ردی خوشگل، این دفعه پنجم است دمپایی من. آفرین. خیلی خوب، خیلی خوب. در لگد کوب حوادث جان دیگر یافتم، چون غبار از زیر پای کاروان برخاست. حالا که لگد کوب اومدی، باید بگم که این لگد را من چو کوبیدم بر آن رخسار تو، آب لمبو گشتی و من بی امان برخاستم. آفرین. خانقاهیست در این شور و در این جام دران، کاش یک شب به تب جام دریدن برسیم. برگها آینه چیدند به پیش من و تو، پیش از افتادن من، کاش به چیدن برسیم. گفها در باره چنایی از نمایندگان مجلسه. گاف ها جنجز استبل ولایت خوردند، کاش ما هم به چراگاه چریدن برسیم. گفتی از مزه مشتی که به فچت خورده ای، ترسم آن مزه بد را به چشیدن برسی. آفرین. گفتم کجا مثل چشیدن، راست می. صدا زمینه شور است، دستگاه تو نور است، تا
تو روزه خواندی و می سوخت روزه خان متفاوت. پدر ببخش مرا نوجوان سرکش خود را، اگر که لحن من آن سال ناگهان متفاوت. کلم به دبه شور است، پات هم لب گور است، زروزه ترکیدند بسیجیان متفاوت. به روی تخته پیشانیت نوشته که امسان. گاهی پیشانی هم علامت دیگه بلغره. آره دیگه، نشون میده به حضور جای اون چفگرگی چه تو پشونیده. به روی تخته پیشانیت نوشته که امسان، رسد به بیت تو آتش ناگهان متفاوت. شما طبع شعر خوبی دارین، هم از انتخاب موضوع پیداست، منتها تو شعرتون چند جا فعل نیست. درست. یه مواردی فعل میتونه نباشه. سه جا نبود، حداقل سه جا نبود. فعل رو حتما سعی کنید بیارید توی شعراتون، یه جوری بالاخره بگنجونید، یه فعلی بگنجونید. فعل و دیگه ایشالله جوونا امسال تو بیتتون میگنجونن دیگه. فعل و سپردم به اونا. خیلی خوب، موفق باشید.